اگر خاطرتون باشه یه سکانسی ما داریم توی رگ خواب که من با خانوم لیلا حاتمی که ایشون هم واقعا یکی از درخشان ترین فکر میکنم اون فیلم هست داریم یه کوچه ای رو میایم به طرف پایین و میایم کنار دیوار کاهگلی شروع میکنیم صحبت کردن و من اونجا از دیوار یه تیک کاگل میکنم و نصف میکنم نصف رو میدم به ایشون و نصفش رو خودم میخورم ببینید اون سکانس خیلی سکانس عجیبی بود اولا من وقتی که فیلم رو خوندم عاشق این سکانس شده بودم و همش فکر میکردم که چه اتفاقی میفته چجوری جوری باید بگیریمش اینو اون روز گروه صحنه یک چیزی درست کرده بودن که شبیه کاگل باشه ولی خوردنی باشه که مثلا مثلا الهاز بهداشتی هم مثلا رعایت حال ما رو کرده باشن اونو چسبوندن به دیوار و اون چیزی که درست کرده بودن رو و ما اول یه بار اون سکانس رو اونجوری گرفتیم خیلی به دل حمید نعمت الله ننشست و مشخص بود از و من احساس کردم که دوست داره که دوباره تکرار بشه اون سکانس دوباره اومدیم صحبت کردیم و اینا من گفتم که آقا اصلا ولش کن این, این چیزی که ساختن رو ولش کن میخوای کاگل دیوار رو واقعا بکنیم و من که حاضرم بخورم گفت واقعا میخوری؟ گفتم معلومه که میخورم برای اینکه یکی از درخشان ترین سکانس های این فیلمه من همینجوری رها نمیکنم من از مثلا دو سه ماه پیش که این فیلم را دو ماه پیش که خوندم منتظر این سکانس بودم و این کار رو کردیم و واقعا کاگل واقعی کنده شد از دیوار و خورده شد توی اون سکانس و عجب تجربه ای هم بود خوردن اون کاگله <applause> چون هیچ تصوری شما نداری دیگه بعد یهو یک چیزی رو مثلا توی دهانت میذاری که تمام آب دهنتو میکشه به خودش حالا اصلا صرف نظر از تمیزی یا کسیفیش چون سالهای سال اون دیوار ساخته شده و چقدر اونجا چه اتفاقاتی براش افتاده حالا به نه و خوردی بله و مریض نشه دیگه نه خوشبختانه و واقعا این سکانس رو هر وقت که میبینم حالا توی فضای مجازی هم زیاد دیدم که گذاشته شده حالا در صفحات مختلف همیشه یاد اون روز میفتم و یاد اون روزه؟ اتفاق میفتم